سلام دوستان، تو این ویدیو میخوایم در مورد سایکلز، متریال و نودهاش صحبت کنیم. میدونید که توی بلندر، توی موتور رندرگیری سایکلز متریال دادن بر اساس نودها هست. و نودها چی هن؟ همون خونه های کوچیکی که به هم وصل میکنیم. میریم سر اصل مطلب تا واضح تر بشه. خب از دو تا پنجرهش میکنیم، یکی از پنجره ها رو نود ادیتور میذاریم، این رو میزنیم که این بره و یه خورده این رو اینجوری تر میکنیم. اینم تی لازم نیست که اینقدر بزرگ باشه. خیلی خوب، وقتی یه جسمی توی بلندر وارد میشه، به محض اینکه شما تو قسمت متریال، این متریال رو اول حذف میکنیم، به محض اینکه نیو رو بزنید، اینجا نود ایجاد میشه. به اینها، به هر کدوم از اینا میگن یک نود و این نودها به وسیله این خطای سیم ها به همدیگه وصل میشن. یعنی اطلاعات این نود توسط این سیم به این نود وارد میشه. اینجا هم اطلاعاتش هست، سرفیسش، نودش اسمش چیه؟ دیفیوز بی اس دی اف. اینجا دیفیوز بی اس دی اف، رنگش سفیده که اینجا رنگش سفیده، رافنسش هم صفره که اینجا هم میبینین و نرمالش هم دیفالته، یعنی هیچ نرمالی بهش وارد نکردیم. پس اطلاعاتی که توی نودها هستن اینجا هم دیده میشن، اما نود چون یه حالت گرافیکی تری داره و بهتر آدم میتونه کنترلش کنه، یعنی تجسمش خیلی راحت تره که ما الان داریم چه کار میکنیم، بنابراین از نود استفاده میکنن. برای کامپوزیتینگ هم توی بلندر از نودها استفاده میکنن، برعکس مثلا چیزایی مثل نرم‌افزارهای مثل افتر افکت یا نیوک که بر اساس، البته نیوک رو مطمئن نیستم، ولی افتر افکت لایه هست، بر اساس لایه هست و بلندر بر اساس نود. خب بگذاریم، بچسبیم به این قسمت که اصلا این نودها چی هست. نودها همطوری که میبینین چند تا دونه رنگی سمت چپشون دارن و دونه های رنگی سمت راست، بعضی هم سمت راست ندارن. به هر صورت سمت چپ یعنی ورودی، سمت راست یعنی خروجی. شما از سمت چپ این وقتی که اینطوری میکشین بیرون، کافیه کلیک کنید رو هر کدوم از این دکمه ها و این دنباله یه ورودی میگرده، باید به خروجی یکی دیگه وصل کنید. این ورودی دنباله یه خروجی یکی دیگه میگرده که ازش اطلاعات بگیره و این هم همینطور که میبینین بهش اطلاعات وارد شده. بنابراین سمت چپ ها ورودی اطلاعات، سمت راست ها خروجی اطلاعات. و اما این رنگ هاش چیه؟ هر کدوم از این دونه ها میبینیم که یک رنگی داره، رنگ زرد، خاکستری و آبی. اصل اساس رنگ هاش این سه تا رنگه. رنگ سبز هم هست که با این سبز جاهای خاصی به کار برده میشه، اما رنگ زرد، رنگ زرد یعنی شما باید از یک خروجی که رنگش مثل این زرده بهش وارد بشه، یا این خاکستری یعنی هم رنگ خودش باید وارد بشه، و این آبی. زرد یعنی ورودی شما اطلاعات رنگی هست. همینطور که میبینین اینجا نوشته کلورش چی رنگه، یعنی اینکه شما باید، مثلا میخوام بگم اگر میخواد اینجا رنگ وارد کنید، یک نودی داشته باشید که رنگ برای شما تولید کنه و بعد خروجیش رو بدین به این، و به جای اینکه اینجا رنگ رو تنظیم کنین، اون وسطون رنگ رو از پیش آماده کنه. برای تکسچر دادن مثلا باید ورودی به این قسمت وارد بشه. تکسچر هم خودش یک خروجی زرد داره، یعنی میبینید که زرد به زرد، خاکستری به خاکستری و آبی به آبی، ولی رنگ زرد مربوط به اطلاعات رنگیه مثل تکسچر و رنگ. رنگ خاکستری مربوط به اطلاعات ولیو یا متغیر یا عددیه، یعنی فقط یه مقدار میدین شما بهش. همینطور که میبینید اینجا فقط یک دونه عدد ما باید وارد کنیم، هیچ اطلاعات خاصی نمیخواد. این عدد ممکن از هر چیزی وارد اینجا بشه. نودهایی هستن که خروجی عدد دارن و به اینجا وارد میکنیم که مثلا این عدد تغییر کنه، ولیو رو تغییر میده. و نودهای آبی مربوط به نورمال ها هستن، یعنی بردار ها هستن در حقیقت. اینجا که میبینید نورمال، نورمال ها یعنی بردار های عمود بر سطح. رنگ های آبی هم یک سری نودهایی هستن که شما اون، حالا بهش میگن وکتور، اون وکتور ها وارد هم میشن و در حقیقت شما بردار های عمود بر سطح رو، اطلاعات برداری رو، اطلاعات وکتوری رو به هم وارد میکنید. هر رنگی گفتم از رنگ خودش میپذیره و به رنگ خودش میده، البته مسلما همیشه استثناء هم هست،
استثناءهاش رو بعدنها خواهیم دید، ولی این قانون کلیه. اما برای عرضم به حضور شما، برای متریال دادن از خیلی ساده شروع میکنیم. وقتی متریال میدین، به محض اینکه متریال میزنین، دیفیوز به شما میده. دیفیوز یا دیفیوژ DSDF ساده ترین نوع متریاله، یعنی نور بهش برخورد میکنه. میدونید که متریال یا سطحی که شما میخواید بدید همش در مورد الگوریتم هایی که در مورد شکست نور بعد از یا بازتاب نور یا نفوذ نور بعد از برخورد به سطح، یعنی شما هر چیزی که در عالم طبیعت میبینین اگر حالت های مختلفی داره، مثلا جنس گچ یه حالت، آینه یه حالت، چوبی حالت، به دلیل نوع شکست نوریه که اونها ایجاد میکنن و نور که بهش میخوره با یه زاویه میخوره با یک زاویه برمیگرده. بنابراین این اولین حالته، یعنی حالت خیلی ساده که نور میخوره به سطح و خیلی ساده برمیگرده و پخش میشه. برای اینکه کل اینها رو اینم نه اجازه بدین، برای اینکه کل این قضیه قشنگ بیاد دستتون، خود بلندر توی ویکیش شما میتونید که برید اینو، البته من چون این سفر سیف کردم میبینید توی یه مقدار زشته، شما تو سایت که برید توی ویکی تمام این شیدرها رو براتون توضیح داده. مثلا دیفیوژ عادی ترین حالت بازتابه، نور میخوره پخش میشه بازتابش پیدا میکنه، همینطور که ساده است. و ترانسلوسنت میخوره داخل میشه، همینطور که پخش میشه داخل پخش میشه و منعکس هم میشه. گلاسی یا همون شفاف، مثلا برای آینه، برای فلز میخوره، در حالت عادیش میخوره برمیگرده. در حالتی که شما رافنس رو اضافه کنید، یعنی سختی سطح. سختی سطح یعنی چی؟ سختی سطح یعنی میزان، حالا به قولی خلل و فرج سطح، یعنی مثلا میخوام بگم شما سطح گچ رو نگاه کنید، کلی حفره داره، مثل سنگ پا کلی حفره داره. حالا سنگ پا خیلی اغراق شده است، ولی کلی حفره داره، کلی برومدگی داره، ولی سطح آینه کاملا صافه. بنابراین این که میخوره کاملا صاف بر اساس یک زاویه برگشتی برمیگرده، با همون زاویه که میخوره، یک عمود اگه این وسط تعریف کنیم، با همون زاویه برمیگرده. حالا اینا بحث علمی که اصلا حالا ضرورتی هم نداره، ولی فقط میگم که تو ذهنتون باشه. ولی وقتی که خلل و فرج داره یا سطح ناصاف و کدره، وقتی به یک جای برخورد میکنه، چون اون سطح اون تورفتگی ها و برومدگی های ریز و میکروسکوپی زاویه هاشون با هم متفاوته، نورها با زاویه، نور با زاویه های مختلف برمیگرده و میشه این نه این. انستروپیک این برای این حالتیه که نور رو در حقیقت چطوری بگم، نور رو در یک راستایی منعکس میکنه. این دیدی الان اینو که میبینین دقیقا مثلا مثل بعضی اجسام فلزی، مثل ته بعضی قابلمه های استیل، نمیدونم این دستگیره های در، دیدید که چطوری و اونهایی که سنگ خورده چطور، یعنی پرداخت شده روش، چطوری یه حالت اینطوری حاله‌ای واسه شون ایجاد میشه. که البته توی بلند، توی سایکلز میتونین تغییر جهت بدین، این میبینید 90 درجه چرخوندهش و این میبینید که 0 درجه است. این برای این کاربرد داره. انستروپیک توی سایت بلندر گروه هم یک دونه آموزش جامع در مورد این حالت گذاشته، تون یا حالت کارتونی میده، یعنی برای اگر که حالا نمونه کارهایی رو ممکنه دیده باشین که با کمک نرم افزارهای سه‌بعدی کارتونایی درست کردن که حالت نقاشی داره ولی به نظر سه‌بعدی میرسه، اونو با این حالت نقاشی میدونین که تمام رنگ‌ها یک دسته، بازتابای نور خیلی اغراق شده است. ببینین اینجا بازتاب نور سفید، خود رنگ کاملا خاکستری، اصلا بدون هیچ حاله‌ای، بدون هیچ چیزی. ترانسپرنت یعنی گذشت و عبور کردن نور. نور به سطح میخوره بدون هیچ تغییری واردش میشه و ازش میگذره. ترانسپرنت برای کجاها؟ برای مثلا پرده. پرده یک چیزی مثل شیشه نیست که کاملا ازش رد بشه که بخواد گلس بزنید. ولی نور یک کم تا یه حدودی ازش رد میشه، مثل پرده‌های تور البته. یا مثلا حالا شیشه‌های کدر، گلس برای شیشه هست که نور میخوره ولی با یک زاویه‌ای بازتابش میشه. حالا اینم حالت رافنس داره، یعنی سختی داره که باز به این حالت برمیگردونه، یا حالت کاملا شفاف داره که با یک زاویه خاصی همه شعاعهای نور میشکنن. چرا میشکنن؟ چون یک ضریب شکستی داره دیگه، آب ضریب شکست داره، شیشه ضریب شکست داره، هوا ضریب شکست داره، هر چیزی ضریب شکست داره. و توی حالا نوت ها میبینید که به نام IOR
شما باش آشنا میشین که ضریب شکست این به نظرم 1.4. حالا ریفرکشن اینو نمیدونم واقعا چیه، توضیحاتش هم خوندم هیچی نفهمیدم، یه همچین چیزی میده. ولوت قبلا توی کجا استفاده کردیم اگه یادتون باشه؟ برای حوله استفاده کردیم. ولوت رو یه حالت مخملی میده، یک سطح مخملی مانند میده. ببینین الان این یک سطح واقعی نیست، واسه همین برای همه بیشتر موارد با دیفیوز میکسش میکنن. میخوره نور به سطح، برو کنار، نور به سطح میخوره، پخش میشه ولی با زوایای مختلف. به تنهایی خیلی کم استفاده میشه، ولی به تنهاییش هم استفاده ممکنه بشه. شما شاید کاربرد داشته باشید، یک کارتونی درست کنید، مثلا یک انیمیشنی درست کنید یا یک صحنه‌ای درست کنید که توش رنگ‌ها اغراق شده اند و این یه حالت قشنگی داره، ولی برای حالت‌های ریالیستیک اینو معمولا با دیفیوز قاطی می‌کنن برای پارچه. BSSRDF Subsurface Scattering این رو برای حالتی استفاده می‌کنن که البته این از این نمودارا نداره، ولی اصل قضیه برای اجسامی مثل پوست برای پوست کلاً توی بلندر برای پوست از این استفاده می‌کنن، پوست انسان. همینطور که می‌بینین یه حالتی الان کرم رنگی هم درست کرده برای پوست، برای صابون، برای موم یا شمع. نور با این چه رفتاری میکنه؟ نور میخوره به سطح، میره زیر سطح و یک کمی به سطح نفوذ میکنه. مثل شیشه نیست که کامل از سطح رد بشه یا ترانسپرنت که از سطح رد بشه، تا یک عمقی به سطح وارد میشه، توی عمقی میره داخل. شما مثلا یک از این صابونای گلیسرین رو نمیدونم دیدین یا نه، یا شمع، اصلا شمع وقتی میسوزه اون لبه کنارش اگه نگاه کنین نور ازش رد میشه، یا پوستتون یه چراغ قوه بندازین تو پوستتون دور تا دورش قرمز رنگ دیده میشه ولی نور ازش رد نمیشه. از سطح میره تو تا یه حدودی، بعد داخل سطح تا یه عمقی، تو عمق سطح پخش میشه و دوباره این خود جسمه که این نور رو برمیگردونه بیرون. یعنی انگار شما یک چیزی رو روشن میکنید و اون خودش نور رو پخش میکنه. دیگه از این بیشتر نمیتونم توضیح بدم دیگه، حالا توضیحش هم علمیه، ولی خب اصل موم، واکس، شمع و از همه بیشتر پوست. اسکین تیوند SSS شیدر ریت کالر رادیوس 1 دقیقا برای پوست استفاده کرده. امیشن این یکی از پر کاربرد ترین ها خواهد بود براتون، یعنی شما وقتی میخواین لامپ درست کنید توی سایکلز معمولا برای نورپردازی، حالا علاوه بر لامپایی که خود بلندر داره از این استفاده میکنن، هر چیزی رو تبدیل به نور افکن میکنه و نور میپردازوند. و عرض کنم که اون واحدی هم که توی خودش هست مثلا 1, 2, 3 که مثلا امیشن واحدش چقدره، به نظرم وات بر متر مربع بود. اجازه بدین من اینجا رو نگاه کنم، نوشته یک جایی نوشته اینجا نوشته بود. آها، وقتی مثلا صده، آها این لامپایی که خودش داره، خود بلندر لامپی که شما وارد میکنید وقتی میذارید رو صد، یعنی به اندازه یه، اجازه بدید من اینو بخونم یه بار دیگه. آها گفته که ببینین لامپایی که وارد میکنید تو سایکلز بر حسب وات هم، یعنی اگر یک بذارید یک لامپ یک واته، یک لامپ یک وات هیچی رو روشن نمیکنه، بنابراین یه مقدار عدد رو باید ببرید بالا، بجز سان که همون خورشیده که واحدش بر حسب وات بر متر مربعه، چون شما نمیتونید در حقیقت بگین خورشید چقدر چند وات زور داره. این عددی که اینجا میبینین قدرت خورشید بر حسب وات، بنابراین این عدد رو وارد میکنین. وات بر متر مربع یعنی هر متر مربع از صحنتون چند وات نور میپذیرد، یه همچین چیزی. این از نور بکگراند هم برای بکگراند کل تصویره که حالا اون رو هم میگم. هولد اوت واقعا نمیدونم چیه. امبینت اکولوژن واسه زمانیه که شما امبینت اکولوژن میزنید استفاده میکنید و فعالش میکنید، اما بعضی از اجسام رو میخواهید بهشون اعمال بشه، بعضی ها رو نمیخواهید بشه، با استفاده از این نود به جسمای مختلف اعمال میکنید یا اعمال نمیکنید، یا بعضی رو میخواد کمتر باشه یا بیشتر باشه، اون هم با استفاده از این نوده. میکس و اد رو هم به تفصیل بهتون توضیح خواهم داد. میریم برمیگردیم اینجا. یه چیز برای راحتی کار، این که گفتم دکمه راست کلیک میکنید و سیمار میکشید بیرون، حالا برای اینکه بخواید قطعش کنید کنترل رو میگیرین، یه چاقو میکشین روش قطع میشه. این هم برای اینکه خوب بشه. عرض کنم خدمتتون که میریم سراغ میکس و اد شیدر.
این شیدر رو همه رو که اونجا توضیحاتش بود برای اینکه وارد کنید، شیفت A میاد رو قسمت شیدر و همه اینا دیفیوز، گلاسی، ترانسپرنت، ریفرکشن، گلاس، ترانسلوسنت و بقیه دوستان همه اینجا هستند و استفاده میکنید از هر کدوم اینها رو میذارید، قشنگ نگاه میکنید که هر کدوم چیز این رافنس داره، کلر داره مثل همین، و ایناش رو زیاد دست نزنین. ایناش مثلا شارپ واسه حالتیه که این الان گلاسیه، واسه حالت آینه روی شارپ که بذارید حالت آینه میشه، روی مثلا این سی جی ایکس، جی جی ایکس و اینا که گذاشتید اینا الگوریتمای مختلفه، خیلی تخصصی میشه قضیه. اینا رو به تجربه بعضی جاها یاد بگیرید، و الا چون ما نمیخوایم علمی این قضیه رو یاد بگیریم و کد نویس متریال سایکلز بشیم، بنابراین زیاد واسه اون اهمیتی نداره. اما میکس و اد ایکس رو بزنیم، آها ایکس رو هم راستی با ایکس هم که بزنید حذف میشه، شیفت ای میاد دقیقا مثل حالت معمولی دیگه، اینجا با ایکس که میزنید دیلیت میشد، شیفت ای هم وارد میکردید دیگه، شیفت ای هم وارد میکردید به همین راحتی. اما اد و میکس، اجازه بدین این رو تکسچر بدم. اد و میکسی که میخوایم استفاده کنیم رو برای اینکه بهتر بفهمیم من از تکسچر استفاده میکنم، چون برای اینکه متریال واقعی بهش بدیم و اد و میکس رو چی کنیم هم دیده نمیشه، یعنی به چشم نمیاد، همین که هر دفعه که من عوض میکنم تغییرش میدم باید واسیم تا رندر بگیره و نتیجه رو ببینیم، بنابراین من با تکسچر نشون میدم، یعنی به هر متریال یک تکسچر جداگانه میدم. میدونید که تو سایکلز شما تکسچر خالی نمیتونید بدید، باید متریال داشته باشه، به متریالش تکسچر بدید، بنابراین من دو تا متریال مختلف بهش میدم دیفیوز و به هر کدوم تکسچر متفاوت میدم که ببینیم که وقتی با هم میکس میشن چطوری میشه. خب این یه دیفیوز مثل دقیقا حالت معمولی تو 3D ویو، این هم اگر شیفت دی بزنین چی میشه؟ دوپلیکیت میشه یا دوپلیکیت میشه یا نمیدونم تلفظش دقیقا چیه، ولی همون کار میشه. خب این یکی، اینم یکی. حالا برای اینکه بهشون تکسچر بدیم چه کار کنیم؟ میایم شیفت ای رو دوباره میزنیم، این شیدر که اینجا بود یکی دیگه این پایین داریم، تکسچر ایمیج تکسچر، این رو میاریم، یکی برای بالایی شیفتیش میکنیم برای پایینی. ببینیم، بهتون گفتم زرد به زرد وارد میشه، تکسچر خروجیش زرد رنگه، یعنی اطلاعات رنگی به ما میده. خب ما میخوایم یه عکس اینجا بذاریم دیگه، عکس یعنی اطلاعات رنگی، و میاد اینجا و میاد اینجا، آلفا هاش هم حالا باز چیز داستان دیگه است. هر کدوم یه تکسچر میدیم. خب من رفتم تکسچر رو آوردم، انتخاب کردم اون تکسچرهایی که میخواستم، اما برای اینکه به این تکسچر بدیم اول باید داریم حالت ادیت مود یو رو بزنیم و این رو آن رپ کنیم. البته حالت های مختلف برای یو وی مپینگ هست که البته من بعدا اینها رو انشالله خدا بخواد در دستور کار دارم، ولی اینجا فقط چون یک شی خیلی ساده است ما میزنیم کیوب پروجکشن، چون کیوب هست دیگه، این حالت های مختلفی داره. میبینین که هنوز نزده این اومد به همین جالبی. خب این رو وصل میکنیم به این، کلورش رو به این، این یکی هم وصل میکنیم به این، دوتا مختلفن. حالا میخوایم این دوتا رو برگردیم این حالت، حالا میخوایم این دوتا رو با هم میکس کنیم، از میکس شیدر استفاده کنیم. میکس میذاریم این وسط، اگر این نودی که جدید وارد میکنم روی این تناب نگردارم خودش وصل میکنه، خودش اینو واسطش میکنه، اینو میدیمش به این پایینی. دو تا شیدر ورودی داره، سبز به سبز، این یکی هم ورودی، بر اساس یه فاکتور اینها رو با هم قاطی میکنه میده به این یکی. حالا این هنوز اتفاق نیفتاده، این سالیدش کنم دوباره تکسچر، این چرا با هم مخلوط نشد؟ اجازه بدین تا بگم، اصلا تکون نمیخوره. این یکی از باگ های خیلی قشنگه، بلندر قبلا هم بهش برخورد کرده بودم، راه درمانش هم اینه که اجازه بدین درمان نمیشه اصلا، دوباره آن رپش میکنم برمیگردم و هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. اگر از این به این بدم یا از این به این بدم هیچ تفاوتی نمیکنه. چرا؟ اجازه بدین من اشکال رو پیدا کنم، برمیگردم هست، عذرخواهی میکنم. قضیه از این قرار بود که ما اینو گذاشته بودیم رو حالت تکسچر،
خب ما باید بزنیم رو حالت متریال دیگه، ما میخوایم متریالش رو ببینیم. الان این فاکتورش نصفه، یعنی نصف نصف، یعنی نیمی از بالایی نیمی از پایینی. این اگر صفر باشه فقط بالاییه، بالایی صفره پایینی یکه. این اگر یک باشه فقط پایینی. میبینیم که این تغییر میکنه، ما حالا میذاریمش رو صفر پنج که بینابین باشه. بینابین که باشه چه کار میکنه؟ تکسچر رو وارد کردیم که در حین این شما با وارد شدن تکسچر به متریالمون هم آشنا شدید که وقتی میخواید به یک چیز تکسچر بدید اول باید بهش متریال بدید، دیفیوز یا هر متریالی که میخواید، بعد تکسچر رو انتخاب کنید با نود خاص خودش، تکسچر رو از اینجا وارد کنید و ادامه ماجرا، بعد با هم میکسشون میکنید. خب ما دو تا تکسچر بهش دادیم، یکی این راه عمودی، یکی راه افقی. این چه کار کرده؟ برای اینکه بفهمیم چه کار کرده به این خوب باید نگاه کنیم. ما سه نوع خونه داریم، یه خونه مشکی، یه خونه خاکستری، یه خونه سفید. خونه مشکی کدومه؟ خونه مشکی اونجایی که اشتراک جفتشون مشکیه، یعنی تو این مربع هم این خط افقی رد شده هم این خط عمودی و هر دوشون سیاهن، بس اینجا کاملا سیاهه. سفید چی؟ خط سفید و خط سفید، اشتراکشون با هم دیگه میشه سفید، جفتشون سفیده. دو تا سفید رو با هم قاطی کرده، انگار دو تا سفید رو فکر کنید دو تا قوطی رنگ سفید رو ریختین تو سطح با هم زدید شده بازم سفید. مشکی هم به همون صورت شده مشکی. اما این خاکستریه 50% سفید ریخته از سفید این خط، خط عمودی، و 50% از مشکی این خط افقی در این نقطه اشتراکشون، پس شده خاکستری. درسته؟ حالا من اگه به این بدم 0.7 تغییر کرد، میبینین که اینا پررنگتر شد، این هنوز کمرنگتره. چرا؟ 0.7 یعنی به سمت پایینی بیشتر برو. پایینی کدوم یکیه؟ پایینی این یکیه که افقیه. پس توی این خونه که عمودی با افقی مشترکن 7% ببخشین 0.7 از این یکی استفاده میکنه و 0.3 از این یکی. دقیقا انگار دو رنگو بریزید توی قابلمه هم بزنید، یه همچین کاری میکنه. و اگر مثلا این صفر باشه یعنی صفر از اون یکی هیچی و تماما یک از این یکی. اما فرق میکس با اد چیه؟ میکس به شما یک عزیزم، میکس به شما یک متریال کاملا جدید میده. وقتی دو تا متریال رو با هم دیگه قاطی میکنید، با هم میکس میکنین، متریال سومی که به شما میده یک متریال جدیده، دو تا با هم قاطیشون کرده. متوجه این؟ حالا برای اینکه دقیقاً بفهمیم فرقش با اد چیه، اد یعنی اضافه کردن دیگه، میکس یعنی قاطی کردن. حالا اضافه کردن با قاطی کردن چه فرقی میکنه؟ قاطی که میکنی یه چیز جدیدی به دست میده، اما اگر اضافه کنین در ضمن ببینین میتونیم از هر خروجی چند تا، یعنی بی نهایت خروجی بگیریم، این چیزی نداره، فقط ورودیایی ان که یکی یکی بیشتر نمیگیرن. حالا برای اینکه بفهمیم اد چه کار میکنه، اد رو استفاده میکنم. اد فاکتور دیگه نداره که من بهش بگم نصفی از این بریز نصفی از اون، یا یک دهم از این بریز نه دهم از اون. اد فاکتور نداره. چه تفاوتی کرد اینجا؟ یک بار دیگه نگاه کنید، میکس مشکیاش مشکیان، سفیداش سفیدن، خاکستریاش هم خاکستری پررنگن. اد خاکستری کم رنگه، سفیداش به شدت سفیده، مشکیاش به شدت مشکیه. البته چون اینجا مشکی و سفیده، دیگه سفید به شدت و مشکی به شدت نداریم، ولی منظورم اینه که این دوتا به هم اضافه شدن، یعنی یک متریال جدیدی ما به دست نیاوردیم، هم این متریال هست هم اون. اینجا یک ظرف یک لیتری داریم، نیم لیتر از این میریزیم نیم لیتر از اون، اینجا دیگه ظرف نداریم، ظرف بی نهایته، یک لیتر از این میریزیم یک لیتر از اون. این سیاهیش دو برابر میشه، چون اینجا هم این سیاه هم اون سیاه، سفیدیش دو برابر میشه، هم این سیاه هم اون سفید هم اون سفید. اما اینجا که خاکستری میشه چی؟ سیاه رو با سفید قاطی میکنه، اما هم سفید هست هم سیاه. این یه خورده توضیحش سخته، ولی موضوع اصلی اینه که الان اینجا هر دوتاشون هستن، ولی در حالت میکس یک چیز جدیدی هست.
این رو ببینین اونقدر سفید نیست که توی اد دارین. حالا این رو خودتون بشینید فکر کنید دیگه، با خودتون حلاجی کنید که دقیقا این یعنی چی. این در اون حدی بود که من تونستم مطلب رو انتقال بدم. اد یک متریال جدید نمیده، هر دو متریال رو در آن واحد دارید. میکس یه متریال جدید به شما میده. این هیچ متریال رو کم نمیکنه. این 50% از اولی رو کم میکنه، 50% از دومی رو هم کم میکنه، ولی این هر دوشون رو با هم داره. متوجه شدید؟ این فرق اد با میکس بود. حالا دقیقا یادم نیست کجا، یه لحظه اجازه دید. نه ننوشتم، فکر کنم یه جایی نوشتم. این اد یک کاربرد خاصی داشت، به نظرم توی ساخت شیشه بود که شما ترانسپرنت رو با گلاس اد باید بکنید نه میکس. بازم مطمئن نیستم، اصلا اینو نشینده بگیرید، بعدا اگر که بهش رسیدیم در موردش توضیح خواهم داد. و اما برسیم میکس و اد رو بهتون گفتم، شیدرها رو هم تک تک بهتون گفتم که هر کدوم چه کار میکنن. اما خب شما باید هر کدوم رو برای خودتون بیارین، مثلا گلاس رو بیارین، بیان اینجا ببینین رافنس داره بازم چقدر کدر باشه، کلر داره که میتونه هم رنگ بهش وارد بشه هم تکسچر. یعنی شما بگید که برچه از دقیقا مثل همین تکسچر به شیشه هم میتونید وارد کنید. آی او آر که اون ذریب شکسته، مثلا شما به شامپو نگاه کنید یه حالت ذریب، آیا مثلا یه لیوان آب با یه لیوان شامپو مثل هم به نظر میرسن؟ نه، چون ذریب شکستاشون فرق میکنه. از پشت بذارین الان بهتون نشون میدم به راحتی، اگر که بریم توی یک لایه دیگه شیفت ای و یک دونه از این یوز سران تی رو بزنیم و اسموسش کنیم و بهش یک متریال جدید بدیم که متریالش هم اینو ایکس بزنیم پاک بشه و بهش گلاس بدیم و این پرویو رو اینجا داشته باشیم. همینطور که میبینین تمام این شطرنجی ها از توی شیشه شکسته، حالتش اینجوریه. بنابراین این آی او آر مال اینه، به صورت دیفالت آی او آر شیشه رو داره. شما برای آب، برای گفتم اینا به نظرم توی قسمت سریالات، برای آب و شامپو و عسل و اینا میرید آی او آرش از توی اینترنت در میارید برای اینکه واقعی تر بشه استفاده میکنید. این رو هم پاک میکنیم، این رو هم پاک میکنیم، خودش هم پاک میکنیم، باباش هم اگه بیاد پاک میکنیم. به این صورت شما موقعی که یک متریالی رو مثلا از یک سایتی مثل بلند سواب دانلود میکنید و یا به هر ترتیبی یک متریالی رو میبینین، میبینین یک شبکه عظیمی از اینها تو هم تو همه. من اولین باری که دیدم واقعا به سرم زد که بی خیال، چقدر میخوای کار کنی که این چیزها رو یاد بگیری. ولی اولین متریالی رو که از روی دستورالعمل، نه از روی فکر خودم، یعنی خودم خلقش نکردم، یه دستورالعملی بود، پله به پله این نودا رو به هم وصل کردم و یک چیز عظیمی شد. اولینی که درست کردم واقعا اون هیبتش واسه من شکست. یعنی دیگه احساس کردم خیلی خوب، از این به بعد من میتونم یک سری تغییرات تو اینا به دلخواه خودم ایجاد کنم و یک متریال جدید درست کنم که الزاماً به عنوان یک آدم مبتدی شاید بدم نباشه، شاید یه متریال خیلی عالی باشه. متریال درست کردن اساساً کار سبودی، کار مثلا بلندر و اینها یا 3D Max یا مایا یا کار جلوه های ویژه. شما دارید به بیننده یک سری پیکسل نشون میدید، یک عالم پیکسل. مهم این نیست که کار رو ساده انجام میدید یا پیچیده، مهم اینه که این پیکسل ها یک نورهایی کنار هم بذارن که طرف توهمی از یک تصویری به دست بیاره. اون توهم رو هر جور که میتونید ایجاد کنید، با هر طریقی که میتونید. دیگه بقیهش مهم نیست، شیوهش مهم نیست، نرم افزارش مهم نیست، مهم اینه که اون توهم رو ایجاد کنی. بنابراین متریال فقط اینه توهم شکست نور رو تو چشم مخاطبتون ایجاد کنی. در ضمن توی صحنه های بزرگی که مثلا میخوام بگم یک صحنه راه آهن مثلا هست، شما لازم نیست پیچای ریل راه آهن رو مثلا برای متریال بهش بدید که زمان رندر گیریتون رو ببره بالا، اصلا دیده نمیشه. البته شاید زوم کرده باشید رو پیچه، ولی خب منظورم اینه که تو بعضی صحنه ها اصلا نمیخواد متریال بدید، یه دیفیوز ساده میدید، یه رنگ تهمایه میدید که اصلا دیده نشه. فقط چیزایی که نزدیکتونه و بزرگ دیده میشه رو وقتتون رو بذارید رو متریال دادن به اونها. زیادی توضیحات اضافه دادم، میرین بذارین من ببینم این شیدرها دیگه هیچ کدومش چیز خاصی نداره. ریفرکشن ولوتتون رو
نه اینها دیگه چیز خاصی نداره که من بخوام بگم، یا اگرم خاص باشه و بخوام بگم اصلا من اطلاعات بیشتری ندارم. بریم سراغ تکسچرها. تکسچرها، ایمیج تکسچر که بهتون گفتم برای تکسچر دادن از این استفاده میکنین، از این قسمت بالایی استفاده میکنین. بعضی موقع ها تنها چیزی که اینجا عوض خواهیم کرد و بهش دست خواهیم زد همین قسمت کلوره، کالره، که کالر یا نان کالر دیتا. وقتی که بر اساس کالر میزنید یعنی رنگ های این تصویر هم برای مهمه و مثلا مثل الان اینجا باید رنگ رو شما انتقال بدید. نان کالر دیتا بیشتر برای تکسچر هایی که برای مثلا حالا بعدا میبینیم به عنوان در حقیقت فیلتر وقتی میخوایم ازش استفاده کنیم خواهیم دید. اونو عملی باید ببینید که متوجه بشید. این از تکسچر. ایمیج تکسچر پس معلومه چیه؟ انوایرمنت تکسچر. این یه برنامه خیلی مهمیه که باید بدونیم، ولی ربطی به متریال نداره، ربطش به این قسمته. تو قسمت ورد که بیاید الان اینجا، این پایین ما اینجا رو ببینیم، اینجا این پایین ما الان این رو انتخاب کردیم به صورت متریال. حالا این رو اگر انتخاب کنیم این هیچی نیست. من اگر اینجا بزنم use node بازم هیچی نیست، ببخشید اشتباه کردم. من اگر این رو، این use node رو، این رو فعال کنم، قسمت کجاییم الان؟ تو قسمت وردیم، یعنی این دنیای اینجا، تو قسمت سرفیسش میخواییم به ورد، به دنیامون متریال بدیم. البته متریال که نه، میخواییم تکسچر بهش بدیم. الان بکگراندش اینه، یه حالت خیلی دقیقا همینه دیگه، یه دنیای خیلی بیرنگ، یه صفحه صاف این رنگی. و اما اگر بخوام اینو تغییر بدیم، مثلا میخوام بگم شما یه چیزی طراحی کردید، یه خونه طراحی کردید، میخواید آسمون باشه، در باشه، دیوار باشه، فرق کنه، اون موقع چه کار میکنید؟ قدیما کاری که میکردن میومدن یک دونه صفحه بزرگ درست میکردن، بعد بهش تکسچر میدادن. مثلا شما یک ماشین اینجا طراحی میکردید، بعد یک صفحه بزرگ اینجا بود، تکسچر یک عکس یک جاده هم مینداختین توش، بعد از اینجا میومدین دوربینو میذاشتین و جاده و از مهیاست بیا تا برویم، میدیدید که این با اون برنامهش جور در میاد. اما الان به کل این میتونین تکسچر بدین به تمام دنیا، مثل این عکسای پاناروما، درست گفتم؟ پاناروما، یه همچی چیزایی. بنابراین میایم اینجا، این قسمت چیه؟ Object. ما میخواییم کجا بریم؟ Word. قسمت Word میبینین اینو من زدم، دقیقا نود بکگراند اومده اینجا، چی رنگیه؟ این رنگی خیلی خاکستریه. حالا یه موقع هست میخواین اینو عوض کنین، معمولا اینو چجوری عوض میکنن؟ معمولا یکی از معمول ترین کارهایی که میکنن دادن انوایرمنت یا محیط با استفاده از عکس های تصویر های HDRI هست، High Dynamic Range Image. حالا اینا یک سری فایل هایی هست که اگر خواستید میرید توی گوگل میزنید که HDRI Free Download، اون کاری که اصطلاحی که ما ایرانی ها بسیار توش ترحال داریم، Free Download، فقط دانلود، اونم Free. عرض کنم یه سری سایت هست که به صورت رایگان و قانونی اونها رو به شما اجازه میدن که دانلود کنید و استفاده کنید. اما اونها رو اگر بخوایم وارد صحنه کنیم چطوری باید وارد کنیم؟ این بک‌گراند رو، قسمت کالرش رو باید تکسچر بدیم، اما با ایمیج تکسچر نه، انوایرمنت تکسچر. میذارمش اینجا، وصلش میکنم و میرم که این رو انتخاب کنم تو قسمت اینجا، میرم تو قسمت HD، نه همینجوری باش، پسفند HDR داره، HDR. این فایل عکس تصویرهایی که حالا بذارین ساعت افاضات بفرماید تا من ادامه بدم. اگه ول کرد، خب ول کرد. چی میگفتم؟ آره، فرمت عکس های تصویر های پانوراما، یعنی 360 درجه که به تمام دنیای تصویر شما وارد میشه، هم پسفند HDRIش موجود، HDRش آرش موجود هست، هم JPEGش. تفاوتشون چیه؟ تفاوتشون توی حجمشونه. حجمو اینجا میبینین که به طرز شگفت‌انگیزی این از این کمتره، ولی معمولا اینجوری نیست.
معمولا HDR ها بسیار حجمشون بالاتر از JPEG ها هست به دلیل اینکه اطلاعات بیشتری توی تصویر دارن. تفاوتشون با هم دیگه چیه؟ اصلا چرا تصویر HDR وارد کنیم؟ به این دلیل. یه نرم افزاری هست به نام HDR Shop. شما با استفاده از این نرم افزار میتونید چند تا عکس از دور و برتون یا از هر زمینه ای از هر جایی که دلتون میخواد بگیرین. این نرم افزار اونا رو به هم میچسبونه و تبدیل به تصویرهای HDR اش میکنه به صورت همون که گفتم پانوراما به صورت 360 درجه. اما تفاوتاشون چیه؟ اینا دوتا عکسن که هیچ فرقی نمیکنه. این یا عکس 8 بیتی ایمیج معمولیه، اینم یک های داینامیک رنج ایمیج HDR. اما چه تفاوتی میکنن؟ وقتی اینو تاریک میکنیم این تصویر رو به ما میده. تنها کاری که میکنه اینه که یک سری پیکسل مشکی این وسط اضافه میکنه، انگار مثلا یک تلق دودی گرفتین جلوی دوربین. حتی این نور هم کم رنگ میشه. ولی در حالت واقعی اگر این سالونی که اینجا هست این سالونه کم نور بشه، این نوری که از اینجا داره میاد که کم نور نمیشه، نور که تیره نمیشه مثل اینجا. نور اینجا هست، اینجا اینا همه نورشون رو پخش میکنن، این قسمت که شفافن. فضای اینجا هست که تاریک میشه، جاهایی که نور ندارن، جاهایی که نور از خودشون ساطع نمیکنن، و این یک تصویر خیلی واقعی به شما میده، متوجه این؟ و موقعی که زیاد میکنیم نور رو، نور رو تا حد زیادی میبریم بالا، میخوایم صحنمون پر نور باشه، حالا به هر دلیلی نور رو تا حد زیادی میبریم بالا. خوب به این تصویر معمولی 8 بیتی نگاه کنین. این قسمتا حالا نمیدونم توی این ویدیو آیا برین تو سایتش ببینین، تو سایت HDR Shop اگر اینجا دیده نمیشه. ولی اینجا تماما پیکسل ها به صورت نقاشی شدن، چون نور رو که برد تصویر، نور تصویر رو که بردید بالا تمام اینها خیلی زشت شدن، یعنی کاملا غیر واقعی شدن. اما اینجا انگار واقعا نور رو زیاد کردید، انگار یک لامپ خیلی بزرگ این وسط گذاشتید و داره به همه جا نور میزنه. تو موشن بلورتون یا موشن بلور یا هر چی، این همه چیزو تار میکنه، تمام پیکسل ها حالت تاری میگیرن. اما اینجا نه، اون چیزی که نور داره، شما اگر که واقعا مثلا دوربین رو حرکت بدین و از یه جای عکس بگیرین، این عکسایی که دیدین دیگه موشن بلور داره اینطوری تار میشه. قسمتایی که در دنیای واقعی در عکاسی واقعی قسمتایی که پر نور ترن اینطوری خط میندازن، نه مثل این محو بشن مثل همه. یعنی تفاوتش اینه که تفاوت اصلی تصویر معمولی و تصویر HDR اینه که تصویر معمولی فقط یک سری پیکسلن بدون هیچ اطلاعاتی، اما تصویر HDR یک سری پیکسلن با اطلاعات از این که پیکسل های نورانی از غیر نورانی قابل تشخیصه. و شما دقیقا انگار تمام اینها منبع نورن، میبینین که چقدر طبیعی در آورده. حالا از اینا بگذاریم، برمیگردیم سراغ دوست عزیز کوبلندر اینجا و این HDR رو وارد میکنیم. مثلا واردش کردیم، حالا کجا ببینیمش؟ بیایم اینجا حالت رندر، میبینیم که تمام، البته این نیمه است، HDR های هم داریم. حالا من چون حجم زیاد بود اینجا واسه شما به کار نبردم، ولی حالت نیمه نیست، یعنی تماما کف رو هم که نگاه کنید هست، اینم کفش چیزایی هست ولی الکیه. سر تا سر تصویرتون 360 درجه هر شما میتونید ببینید. حالا اینجا رو نگاه کنید، من اینو کمش میکنم، مثلا میکنمش 1/10، همه جا تاریک شد اما این خورشید هنوز درخشانه. حالا برای اینکه دقیقا بگیریم قضیه چیه، دوباره میرم اینجا، حالا دقیقا همون تصویر رو با پسوند JPEGش رو استفاده میکنم، روی 1/10 خورشیدم ماته دیگه، دیده نمیشه اصلا. گرفتین الان تفاوت اشتی توی تمام تصاویرتون اگر میخواید نور پردازی کلیه، مخصوصا اونایی که برای معماری کار میکنن، مثلا خونه و اینها تصویر میکنن، آسمانتون رو حتما HDR استفاده کنید. این هم از مبحث شیرین HDR. و اما بعد و اما بعدش میشه قسمت این رو بذاریم، برگردیم اینجا پیش این دوست عزیزمون، این رو انتخاب کنیم و بیایم اینجا. یک سری نودهای هستن قسمت، من دارم نودهای پر کاربرد رو بهتون میگم. شیدرها رو دیدیم، تکسچرهای هم پر کاربرداش همینه.
اسکای تکسچر یک خودش یک آسمونی بهتون میده، یعنی دیگه تصویر رو شما نمیتونید تغییر بدید، مثلا افقش قرمز بالاش آبیه یا همچین چیزایی. بقیه هم همه تکسچرهایی که از قبل بوده، نویز بوده، مثلا ویو حالت موجی موجی یا شطرنجی، تکسچرهای از پیش آماده یه. قسمت کالر، تو قسمت رنگ نودای اصلیمون میکس آر جی بیه، آر جی بی کرو و اینورت و هیو، بعضی موقع این هیو سچوریشن هم استفاده میشه. اما میکس آر جی بی، بیا اینجا، همونطور که اسمش معلومه میکس آر جی بی دو تا رنگ رو با هم قاطی میکنه، دقیقا مثل این که میکس میکرد متریال ها رو، شما دو تا رنگ رو وارد میکنین بعد با هم قاطیش میکنین بعد میدین بیرون. اما این هم مثل اون میکس داره و اد که پر کاربورد ترین هاشن، گاهی اوقات مولتیپلای هم استفاده میشه که اینا همه تو عمل باید گفته بشه چه فرقی با هم دیگه میکنن. اما اصل قضیه این میکس آر جی بی برای تلفیق دو تا رنگ با هم دیگه است. آر جی بی کرو، این آر جی بی کرو یک منحنی به شما میده که شما با کلیک کردن روش یک نقطه جدید واسش ایجاد میکنید که این نقطه رو میتونید منحنی رو باهش تکون بدین و تغییرش بدین منحنی رو. یه حالت سی داره که حالت کلیشه، ببخشید، یه حالت آر جی بی، آر جی بی که میدونید رد قرمز، گرین سبز، بلو آبی. ورودیش چیه؟ زرده، کالره، رنگیه. یعنی چی؟ یعنی مثلا میخوام بگم شما یک تکسچر ازش وارد میکنین به این، اجازه بدین یک دونه قشنگ طبیعی بیارم ببینین، اجازه بدین یک لحظه. خب ببینین، مثلا میخوام بگم من یه تکسچر دارم، مثلا تکسچر مثلا پارکت کفه، این کاربردی که قبلا مثلا خودم استفاده کردم دارم میگم، یا تکسچر یک چوبه یا هر چی، رنگش خوشم نمیاد، مثلا خیلی قرمزه، زیادی قرمزه یا هر چی، این رو وارد میکنم به یک آر جی بی کرو. البته الان اون پارکت رو وارد نکردم، یه چیزی هست. خروجی این کالر زرد به زرد، زرد به زرد، بعدش سبز. من به جای اینکه ایمیج تکسچرم رو مستقیما وارد این کنم، وارد آر جی بی کرو کردم. آر جی بی کرو برای تصحیح رنگ زمینه یه هر تصویریه که بهش وارد میشه. حالا این اگر بزنم حالت متریال، این رو اگر اجازه بدین ریستش کنم، ریست کرو، این حالت طبیعیش این رنگیه، این تکسچریه که برای اون برنامه پرچم استفاده کردم، این حالت طبیعیش این رنگیه، این تکسچر معمولیه، این خط هیچ اتفاقی توش نمیفته. حالا اگر این رو تغییر بدم، سبزش روشن‌تر شد، قرمزش روشن‌تر شد، سبزش سبز لجنی شد ولی قرمزش تغییری نکرد، سفیدش هم تغییری نکرد. این یه حرکت پیچیده ایه که حرفه‌ای‌های کار متریال و استفاده از این بسیار از این استفاده میکنن برای تصحیح رنگ. همطور که میبینین مثلا این تکسچری که اینجا داریم، الان من به راحتی تونستم سبزش رو تغییر بدم بدون اینکه قرمزش تغییر کنه، به همین راحتی. و این یه چیز خیلی کاربردیه، ولی برای اینکه بتونیم بهش وارد بشیم خیلی خیلی باید موردهای مختلفی رو ببینیم، کاربردهای مختلفی رو ببینیم، متریال‌های مختلفی رو دانلود کنیم و این آر جی بی کروشون رو نگاه کنیم ببینیم باهاش چه کار کردن، چه تأثیری داره، شکل نمودار چی شکلیه یا باهاش چه کار کردن، و بعد به تجربه یاد بگیریم. من هیچ رفرنسی ندیدم که به شما بگه که اصلا این چه کار میکنه، سبزش ببینید چه رنگی شد، اصلا خیلی فرق کرد. بنابراین برای تصحیح رنگه. حالا هر کدوم از اینها رو هم میتونیم به راحتی، مثلا آبیشو من فقط میخوام تغییر بدم، آبی این تغییر پیدا کرد، اصلا آبی شد، سبز رو آبی کردم دیگه، مانور بالاتر از این به همین راحتی کار خیلی کار میکنه میگم، ولی مثلا خود من اصلا مسلط نیستم بهش، من ازش استفاده خیلی کم میکنم، تازه دستم مثلا راه افتاده گاهی اوقات، ولی معجزه میکنه اگر یاد داشته باشین باش کار کنین، معجزه میکنه. چیز دیگه ای که هست توی کالر مهمه، اینورت. اینورت دقیقا برعکس کار میکنه، همه چیزو چپه میکنه. یعنی چطوریا؟ مثلا اون سیاه سفیده رو یادتونه، سیاه و سفید میکنه، سفید و سیاه میکنه. اما یه بار کنار، اینو قط، اینم قط، خیلی خوب.
اینو که دیدین پرچم ایران بود، تکسچر ما پرچم ایران بود. وارد این میکنم و از این وارد این میکنم، اینورت، اینو تغییر رنگ داد. اما خب این قرمز و سفید و سبز بود دیگه، درسته؟ یا سبز و سفید و قرمز فرقی نمیکنه. قرمز رو آبی کم رنگ کرده، سفید رو سیاه کرده، سبز رو همچین یک حالتی تهمایه صورتی داره، حالا شاید الان زیاد واضح نباشه ولی تهمایه صورتی داره. چطوری قرمز میشه برعکس اینورتش که بکنیم؟ چطوری میشه برعکس این؟ این اینورت یه فاکتوری داره، فاکتور اگه رو صفر بذارم میبینید که همون اصل خودش شد. هرچی بیشتر اینو بیارم اینور، میبینید کم کم داره تغییر میکنه و وقتی که به یک میرسه میشه این. اما داستانش چیه؟ داستانش اینه که حالا دقیقا اگر بخوام بگم یه مبحثی رو من به شما، یک موضوعی رو به شما میگم، ولی این فقط برای این، فقط برای این که ذهنتون یک کم آشنا بشه، یعنی بگیرید بر چه اساسی پایه قضیه گیرتون بیاد. ببینین این رنگایی که الان اینجا چیندن بر حسب اتفاق نچیندن اینجا، اینا طیفای رنگیه که باید اینجوری باشه، اصلا استانداردش اینه. تو هر نرم افزار دیگه هم که ببینین همینجوریه، این رنگا دقیقا پشت سر هم میان به همین صورت میان. مقابل قرمز همیشه این آبی فیروزه‌ایه، مقابل این آبی همیشه اینه. این یه طیفای رنگیه که اساس و پایه داره. خب حالا اینجا رو ببینین که چه اتفاقی میفته. سفید مقابل شده سیاه، این سفیدی که اینجاست دقیقا برعکسش میشه سیاه دیگه. اگه ما یک رنگی رو برگردونیم برعکسش میشه سیاه، اینو همه میدونن. اما در مورد قرمز که برمیگرده میشه آبی فیروزه‌ای، اینجا ببینین قرمز اینجاست برعکسش میشه آبی فیروزه‌ای. اما سبز تبدیل شده به چی؟ سبز شده همچین صورتی، مایل به سفید، یک کم صورتی. یعنی سبز از اینجا اومده برعکسش کردیم، برعکسش شده، قرینش شده یک چیزی اینجاها. خب یعنی میخوام بگم بر این مبنای برعکس قرمز، برعکس سبز، بر وقتی اینورت میکنه، برعکس میکنه، منظورش اینه، این کار رو انجام میده. حالا اینجا دیدید که صفر که گذاشتم خودش بود. خب حالا یه خورده که میاد مثلا 282، الان فاکتورش اینجایه، میبینین همه انگار یک صفحه سفیدی کشیده شده روشون. یعنی چی؟ یعنی سبز از اینجا حرکت کرده کم کم اینورت اینورت. این فاکتورش یعنی چی؟ یک چیزی رو مثلا نیمه برعکس کنید یا کاملا برعکس کنید یعنی چی؟ یعنی وقتی کامل برعکس میکنید یعنی کامل از این ور میاد اینور. ولی وقتی مثلا با یه فاکتوری، با یه عددی برعکس میکنین، یعنی از اینجا اومده این حاله سفیدی که میبینین، این سفیدی این وسطه. همه رنگا وقتی به این وسط میرسن تقریبا سفید میشن. این از اینجا میاد کم کم سفید میشه، بعد کم کم میره سمت صورتی. قرمز میاد کم 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 رنگ میشه، سفید میشه، بعد میره به سمت آبی. آبی همینطور میاد بعد به سمت زرد. ولی اینی که دارم الان میگم اینجا، شما فکر نکنین الان اگه یه چیز آبی اینجا باشه اینورتش کنین زرد میشه، احتمالاً یه رنگی این طرفا باشه. دقیقاً من نظمشو نمیدونم، ولی پایه محاسبات قضیه اینه، میاد اینجا، میاد اینجا. حالا بر اساس این کاملا نیست، ولی میگم یه مثال بود، این در مثال هم که مناقشه نیست، درسته؟ پس این هم از اینورت. و اما آها، این هم این کل قضیه در حقیقت من با نودهایی که مربوط به متریال بود مهم‌ها شما رو آشنا کردم. این مثلا این پوت و آوت پوت رو، خب چیزایی که کمتر باش، اینا چیزایی که بیشتر، اینا که من بهتون گفتم بیشتر با هم باهشون درگیر خواهید شد. یا وکتور، وکتور گفتم بهتون دیگه، یعنی بردارهای عمود بر سطح، مپینگ، بامپ مپ، نورمال مپ. این نورمال مپ رو هم استفاده خواهیم کرد. برای کجاها؟ برای اینکه تکسچری که میدیم یک سری تکسچرهای بر اساس نورمال مپ هست. یعنی چطوری بهتون بگم؟ مثلا میخوام بگم یه تکسچر داریم، یک دایره است. خب یا این همین رد رده، بعد یک سطحی میخوایم درست کنیم که بالا پایین باشه، یعنی دقیقا این بیرون زده باشه، مثلا سفید تو رفته باشه، متوجه این؟ اون واسه نورمال مپه که از این استفاده میکنیم. حالا در عمل بعدا خواهید دید. کانورتورا هم این مس هست، مس کانورتور مهمش این مس هست. همینطور که میبینید فقط ولیو داره. مثلا میخوام بگم
شما یک معمولا توی نورمال مپا استفاده میشه، شما یه چیزی دارید، یک در حقیقت مقدار دارید، مثلا میخوام بگم این یک، خب اینورتش میکنید تا یک. البته این اینورت کردن اینجا محلی نداره ها، بیشتر برای میگم برای بامپ مپ و اینا استفاده میشه، ولی یک کمه. من میخوام اینو بکنم 10، اینو میزنم اینجا، اینو میذارم رو مولتیپلای، اینم میذارم رو 10. مس یعنی جمع دیگه، یعنی محاسبات، یعنی ریاضیات. من اینو الان 10 برابر کردم، مولتیپلای هم که یعنی ضرب. این برای زیاد کردن ولیو هاست. همینطور که میبینید ورودیش هم یه عدده، خروجیش هم یه عدده. شما یه مقداری بهش میدید، بهش میگید چند برابر کنه، یا مثلا 1/10 برابر کنه. این هم از این مهم، این اسکریپت و اینا هم که به من مربوط نیست، و اینها هم از اینها. خب مطالب مربوط به نودهای مهم متریال همینا بود، و علاوه این که سایت بلندر دیپلوم جدیدن یک چیزی داده بیرون، یک ایبوکی داده بیرون به نام The Cycles Encyclopedia، دایره المعارف سایکلز، تمام نودهایی که مربوط به متریال هست رو برداشتن به قیمت $34 هست، اگر خواستید بخرید $34. تمام متریال ها رو برداشته با مقادیر مختلف، با حالت های مختلف براتون انجام داده، بهتون توضیح داده که هر کدوم چیه، چطوری کار میکنه، کجا کاربرد داره، و تصویری هم هست، یعنی بهتون گفته که آقا با رافنس مثلا میخوام بگم صفر اینه، با رافنس 1/10 اینه، 35 این، و مثال ها رو تماما تصویری بهتون گفته. اگر میخواید حرفه‌ای متریال بشید این کتاب رو تهیه کنید. اگر فکر میکنید الان وقتشه که میخواید برید تو دنیای متریال و به عنوان یک متریال ساز حرفه‌ای عمل کنید، این یک کمک بسیار عالیه به شما، که همین هنوز یه هفته از انتشارش نگذشته. بسیار عالی. البته این یه هفته از انتشارش نگذشته که الان ما تو آذر 93 ایم. این فیلم رو اگر بعدن کسی دید فکر نکنه جدیده. به هر صورت $34، دایره المعارف سایکلز. خب بسیار طولانی شد این هم مثل بقیه ویدیوها، اما خب مطالب به نظرم خوبی بود. اونهایی که میدونستم، اونهایی که بیشتر استفاده میشد، تا جایی که میشد توضیحاتش رو دادم. حالا انشالله باز بعدن کاربردی تر در مورد صحبت میکنیم. چیز دیگه ای در این ماره نمیمونه، پس تا بعد.